أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بنون ده و عشنا و دهي ازدار جمعان. السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. در سلسله برنامه های پاسخ به سوالات در خدمت شما هستیم. استاد محترم، سوالی داریم که شکل صوتی هست که ظاهرا بر ما رئیس موسا کردن. میشنزین شما از جمله بزرگوارایی که با ما هستن همیشه و سوال مطرح میکنن، ایره میشنویم پاسخش از شما خواهد داشتیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب استاد بزرگوار، امید صحت و سلامت و جور و سرحال باشین. خدمت یک چند سوال داشتم. سوال اولی است که یک خواهر یک سوال فرستادن، اگر کسی یک انسان تصادفی به قتل میرسانه غیر عمدی، تصادفاً یک انسان به قتل میرسانه، اگر نتانه که دو ماه روزه پی در پی بگیره توانش نداشته باشه، دیگر چی رای داره که از امو مسئولیت شرعی خود خلاص شوه؟ قتل یک انسان خودش جرم است، چه قصدی بوده باشه چه غیر قصدی باشد، بناهن اثر خود را داره، اثر مرتبه خود را دارد. اگر قصدی بوده باشد، جزایی که برش داده می شود به حد بسیار بلندی است که او را ما شما به قصاص تعبیر میکنیم. و اگر غیر قصدی بوده باشد، چون اسحاق یک نصب کرده، باز هم جواب خود را باید بگیرد. بله. که او در باب حق الله و مطرح می شود. هر انسانی کسی را با موتر بزند غیر قصدی می زند، بناهن در مقابل از او باید جزای خود را بگیرد که یک چند مدت حبس است و در ضمنش باید دیت را بپردازد. بله. دیت یک نفس کامل را. سوالی که برادر ما مطرح کرد، فکر میکنم که مادر طفل خود را شاید زیر بغل کرده باشد و به قتل رسانده باشد. بناهن در اینجا به توجهی مادر را ثابت میکنه، نه ای که خدا نخواسته او خواسته باشه فرزند خود را به قتل برساند. پس مادری که فرزندش را به قتل میرساند، یک جرم سرش لازم میشود که دو ماه پی در پی باید روزه بگیره. و اگر دو ماه پی در پی روزه گرفته نمیتونه، به اساس ضعفی که دارد، مریضی که دارد، نمیتونه به چیز دست پیدا بکند، بعد بدیلش باید بدهد که فدیه است. اول خویی است که قصود به فدیه باید نرود. این باید همین بی تفاوتی که در مقابل یک نفس کرده است، زجر نفسی باید بکشد که همین دو ماه روزه پی در پی است. و اگر عادت محوارش می آید، با مجرد که از ایام محوارش خلاص می شود، باید با روزه باید ادامه بدهد. این وقت هم مشکل ایجاد میکنه؟ گرچه یک نظر میگن که ایجاد میکنه، ولی تو نیست. معرض محوار مشکل رو ایجاد نمیکنند، با مجرد که غسل میکنند روزه خود را ادامه بده. اگر نمیتونه به اساس مریضی، به اساس مشکل، بعد از به فدیه خود را بده. و فدیه شمیتو نیست که اول برود دو کیلو گندم که قیمتش بسیار ارزان است، برود به یک نفر بده خلاص شد، بلکه او را هم به حسب توانایش باید محاسبه شد. یعنی فدیه را ما چندین چیز داریم. دو کیلو بهترین کشمش هم فدیه است. دو کیلو خرما هم است. دو کیلو گندم هم است. پس هر کس به مقوت بلدش باید عمل بکند. و یا همی که 60 نفر را به شکل بسیار متوسطش نان بده. این یک وعده نان؟ بله، یک وعده نان بده. پس هر کدامش که برای از خواهر ما آسان بوده باشه با اون عمل بکنه. اگر روزه بگیره بهتر است، اگر نمیتونه بعد برود 60 نفر نان بدهد یا فدیه خود را بدهد به حسب توان و استطاعتی که دارد، او را برای فقرا و غریبا تقسیم بکنه. جزاکم الله خیرا. انشالله که جواب سوال گرفته باشین عزیزا و مجلس محترم. تشکر از شما، باز هم منتظر سوالات دیگه شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.